فرشته. خب نه آره چون بچه ها الان احضار همه کرد. میان، هی صدای قلقل میاد، خب کسی لایو نمیفهمه. فرشته میدونی آره چی میگم؟ راست میگه. آره عذر میخوام، میخوام عذر. نه منم خواهش میکنم، به منم میگفتی من نمیکشیدم، مثلا حواسم واقعا نبود. نه دیگه، حالا فرشته خانم یه چیزی دیگه است، بنده خدا تو لایو من شنیدم گفت من مشروب خوردم، گفتم بذار تو حال خودش باشه. مرسی از حالا بعدن چه کاریه بعدن؟ خب مرسی بچه ها، ما کلا یک ساعت لایف داریم، سه تا جذاب هم که اومدن بالا، این لایف خیلی جنجالی میشه و حرف زیاده. بریم سریع روی بحث جنجالیمون. چی خانم، من اسم تو، اسم دخترون است شما؟ اسم من آندیا. آره دیگه نمیدونم یه اتفاقی، اصلا نمیدونم اسم از کجا اومد، ولی یه دیدم آندی صدا میکنن دیگه، یه آندیا شد دیگه، یه هایی اومد اصلا. آندیا دخترونه است، ما یه پلاکر هم داریم خانوم، اسمشون آندیا هست، آندیا بابایی خانوم. بعد آندیا عزیز چند سالته؟ من متولد 6/4/75 میشه. چند؟ 20 فکر میکنم 6 سال هم میشه. خب جنت خوبه، چی خوب موندی؟ یعنی بهت میخوره 17-18 بیبی فیسی کلن. ببین مامانم اینا کلا فیسشون اینطوریه دیگه، اصلا یه جورایی سنشون خیلی دیرتر، نمیدونم ژن شمالی ها رو میدونی یا نه، من مامانم انزلی چیه و اصلا کلا فیسشون همینجوری بوره و دیرتر از سنشون یه خورده پیر میشن. خیلی خوب موندی. بعد وزنت قدت؟ وزنم که 60 کیلو هم، به خاطر اینکه حالا یه خورده جدیدن کم کردم، ولی 60-65 تا میرم بالا پایین، ولی قدم 1.80. چجوری نشون نمیده الان تو 1.80 و 65 کیلو؟ واقعا چیش نشون نمیده؟ الان تو میخوره مثلا قدت 1.60 باشه، وزنت هم مثلا به جمع و جور 55 کیلو 60 کیلو بیشتر نباشه. هم پایینه، وزنم خیلی بالا نیست، همون 60-65 هم، ولی قدم 1.80. حالا مثلا من فکر میکردم 1.82 هم، ولی خب جدیدن مثلا احساس میکنم کمتر، چون من یادم گرفته بودم 1.82 بودم، ولی اکثرا هی میگن نه 1.82 اصلا امکان نداره باشه. بعد بلند نیستی زیاد؟ دیگه پاشنه بلند تعطیله دیگه، چون پسرم مثلا اکثرا 1.80 میشن، تقریبا با 50% پسرها اوکی، یعنی مشکلی ندارم، ولی پاشنه بلند کنسله کلا. خب من که یه عمر تعطیل پاشنه بلند برای من بیچاره، من فقط کتونی، فقط اونم کتونیه که دیگه کفش چیز باشه، صاف باشه، حتی کتونی هم که یه ذره مثلا دیدی مثلا پاشنه داره اینا، یکم آدم بلندتر نشون میده، اونم تعطیل برای من بیچاره. ببین حالا بگم قدیمون اینه که کنار هم که میریم، ماها که قدمون میدونی مثلا شیمیلا اکثرا قد بلندن دیگه، کنار هم که میریم تو خیابون خیلی تابلو میشیم، تکی که میری در نهایت میگه یارو والی والیسته. اصلا با چیزم مشکل ندارم، اصلا با پسرم مشکل ندارم، اصلا برام مهم نیست که پسر اصلا بلندتر باشه یا کنارم باشه، نه توی زندگی خودم وقتی تنهام جلو آینه یا بیرون میرم اون احساس رو میکنم که چقدر بلندم، اون برام مهمه. ببخشید قدت چقدر؟ من 1.80 دیگه، علیکی میگم 1.78 ولی 1.80. نه خوب اتفاقا شاسی بلند به حساب خیلی هم کیساشون میدونی متفاوته، خیلی هم کیساشون اینطوریه دیگه. آخه من همیشه با این مخالفم، چرا بخوایم خودمونو گول بزنیم؟ ما شهروند درجه 2 هستیم. تموم شد دارم. ولی خب فرشته خوبه 1.70 دیگه، راحته که صافه. فرشته خوشگل بود، خرم شده. حالا ما یه خورده قدیم‌تر همون میشه. بچه‌ها با شما خوبین؟ من با کفش پاشنه 10 سانتی هم باز قدم کوتاه. قد چقدر؟ 162. خوش به خیلی خیلی دوست دارن پاشنه بلنده، یعنی از بچگی فکر میکنم یکی آرایشه یکی پاشنه بلنده، که همیشه آدم تو یه دختر تو خواهر هر کسی نگاه میکنه میگه واو آدم دوست داره بپوشدش، ولی این پاشنه بلند متاسفانه چیزی بود که هیچ وقت حل نشد، مگه اینکه اعتماد به نفس داشته باشی مثل خیلی یا بشی دومت
اساس این خیالات هم نباشه. حالا نه فایده نداره. آریم من پاشنه بلند میپوشم دیگه، وای به حال بیرون. خب تو 1.70 دیگه، تو چیزم هستی با نمک و پری، بهت نشون نمیده اصلا. نه اصلا من حالا جدا این موضوع، من کلن عاشق پاشنم، اگه قدم هم خیلی بلند بود بازم میپوشیدم فکر میکنم. من بیچاره فقط به خاطر اینکه از نظر روحی ارضا بشم 3-4 تا کفش پاشنه بلند دارم، ولی در یک بارم تو زندگی نپوشیدم، فقط به خاطر اینکه تو دلم نمونه مثلا که ندارم، خریدم ولی گذاشتم تو کمد، هیچ وقت نپوشیدم. ببین یه چیزی بهت بگم، چیزه اون چیز رو دیدی، برنامه متگالا رو دیدی برای سلبریتی هاست؟ نه هنوزش. آره برنامه متگالا رو برو نگاه کن، خواهر کایلی جنر یه خواهر داره قدش 1.80 خورده ایه، با کفش پاشنه بلند 15 سانتی اومده بود توی فشن شو متگالا و اصلا ربطی نداره. ببین یه چیزی میتونم بگم، این اونا خب یه زندگی دیگه دارن، ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، بهترین جای تهران مثلا کجاست؟ ولنجکه. من یادم یه دفعه با روزا دوتایی با هم پاشنه بلند پامون کردیم رفتیم ولنجک، اینقدر بهمون حرف زدن تیکه پروندن. ببین از انواع اقسامش درده بونا نمیدونم هر چی که بگی به ما گفتن نمیتونیم. جان ببین نمیصرفه، تو چرا الکی یک چیزی که دوست داری انجام بدی ولی هی حرف بشنوی از مردم؟ خب بالاخره وای به منفی، تو هر چقدر خودت رو قوی نشون بدی تو ناگاه تو تاثیر از نظر من واقعیتش بگم چیزی خیلیش موها تو رنگ کردی؟ پایین موهامو آره رنگ کردم. به من میگی برو مشکی کن خواهر، بعد تو خودت میری رنگ میکنی؟ نه من چیزه چی میگن پایین موهامو رنگ کردم، چون یه ذره دلم خواست تنوع بدم یه ذره آمبره تو پایینشو رنگ کرد. خب همونه، چیز قشنگتره، کل مشکی باشه قشنگتره دیگه. گفتم یه ذره اصلا به سرم زده کل موهامو بلوند کنم، اصلا نمیدونم چجوری کرمشو از سرم بندازم، نمیدونم. سعی کن بندازی، چون من که انجام دادم دیگه، دیدی چقدر تو سرم ریده شد. انجام من یه بار کردم دیگه، چی بلای سرم در من. خب لیدای عزیز داشتی توی لایف، برای توی لایف فرشته میگفت که موها تو رنگ کنیم، دوست نداری تو موها تو رنگ کنی؟ من موی احساب کنم موی رنگ روشن نمیاد به صورتم. الان موها مشکی یا قهوه‌ای؟ موها مشکیه، تا قهوه‌ای هم میتونم رنگ کنم، ولی اینکه بخوام رنگ روشن بزنم نه. حالا شاید من تولدم من رنگ کنم، فکر میکنم یک بار تو زندگی چیز کن، یه بار بلوند کن موهاتو برای تولدت، شاید خیلی تغییر کنی، زنونه تر میشی. آره من میرم پیش آرشگر خودم امسالم، بعد بهش میگم میخوام رنگی کنی چه رنگی میاد، شاید هم رنگ فانتزی بزنه، شرابی یا بادمجونی. ولی قهوه‌ای بیش بلون کن یک بار، فقط بلون کن دیگه، نمیدونم شرابی اینا رو ندار، فقط بلون کن ببین چی میشه. لیدا من چون سرشه دارم، هیچ موقع موهاتو نه بادمجونی کن نه شرابی کن، چون پوستت یکم تیره است واقعا بد وحشتناک میشه. میگم که با آرایشگرم باید برم صحبت کنم، بعد زمانی که آرایش غلیظ بزنی موی رنگی میاد به آرایشت، ولی بخوای آرایشو پاک کنی یکم ناجور میشه. میکاپ نداری، همیشه رنگ پوستتو نگاه کن، نسبت به پوستت انتخاب کن. آره این آرایشگرم کارش خیلی عالیه، برم فقط بگم لب تر کنم آقا من آرایش اینجوری میخوام، بعد دیگه خودش میگه اوکی بشین میدونم چجوری درستت کنم، سفارش میدم و دیگه میخوابم. درست دراز میکشم. یه سوالی میپرسم همتون به نوبت جواب بدید. اول فرشته جواب بده، چون فرشته تو این کار خیلی اوکیه. فرشته مثلا آرایش خوب، بچه صدایی که
بد میاد. فکر کنم چیزه آندیانا. آندی یکم میوت کن. آره صداییمون. فرشته به نظر تو یه آرایش کردن، لباس خوب پوشیدن، صدا میپیچه هنوز؟ نه 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 میوت کردی تو آردین؟ مال هاشم. هاشم میوت کنی لحظه. وا یه مال نکنم. کیه فرشته است؟ فرشته صحبت کن تو. الان صدا چطوره؟ الان خوبه. مال چیز بکنم. مال هاشم. نه مال خودت خانم. صحبا من میوت کنم الان. خوب. خب من باز کردم. آره مال فرش هست. فرش جاتو میتونی عوض کنی؟ گوشیت تو لیوان گذاشتی؟ همش میندازی به لنگ من. الان خوب شد. حالا ببینیم چی میشه. خب سوالم از فرشته میپرسم. فرشته آرایش خوب، لباس خوب، اینا همه رو تو انجام میدی. وقتی که انجام نمیدی چه انرژی داری؟ وقتی که انجام میدی چه انرژی داری و چی ازش میگیری؟ یعنی وقتی که یک آرایش میکنی بیشتر مثلا موقعیت داری برای دوست پسر، یا زمانی که آرایش هم نمی کنی همونو داری؟ چیه اونو بهم بگو. یه لحظه من گوشه با روی این پایه بذارم و جواب شما رو بدم. خب ببین، زمانی که میکاپ میکنم خودم هم روحیه میگیرم، هم خیلی بشاشتر میشم، هم که خب آقایون خیلی بیشتر دوست دارن یه خانم مرتب خوشبو خوش آرایش و همیشه. ولی از نظر رابطه من مثلا خب مردا رو به دو دسته تقسیم میکنم. بعضیاشون دوست ندارن دختر زیاد میکاپ کنه، بعضیاشون خودشون میگن مثلا ما میخواییم بیاییم پیشت میشه روش قرمز بزنی، میشه مثلا آرایش خلیجی کنی. دو دستن. ولی خب خودت بیشتر همش روحیه، یعنی برای خودته یا نه مثلا برای اینکه بیشتر دیده بشی، بیشتر جذب بشی، بیشتر مردا تو رو بخوان؟ من نه خدایش، من خودم دوست دارم. من دقت کنیم میکاپ هم خیلی تمیز و خیلی مثل میکاپ آرتیست های، چون خیلی علاقه من دارم. مثلا بعضی موقع تو پیجم آموزشی برای بچه ها میذارم لایو میکاپ. آره. چه مردی کنسله؟ مرد بی پول، مرد چاق. چه مردی اوکیه؟ مرد پولدار و لارج، مرد قد بلند و متشخص و با ادب. با ادب صحبت، حول نباشه. در چه صورتی مرد رو همجوری میخوای؟ یعنی بدون اینکه پولدار نباشه، چه چیزی داشته باشه اوکی با همه چیش ولی پول نداره اصلا؟ انقدر خوب باشه خودم برم سمتش. سمتش یعنی چی بری سمتش؟ تو دوست داری به یک مرد پیشنهاد بدی؟ من؟ آره. بعد فکر نمی کنی که مثلا مردا جنبه ندارن؟ خب نه، مسلما به اونی که پیشنهاد میدم اینقدر دورش پره که اصلا فکر نمی کنم خیلی بی جنبه باز در بیاره. نه ولی بازم من موافق نیستم. من میگم با جنبه ترین مرد دنیا باشه، زیباترین مرد دنیا باشه و تو هم زیباترین باشه، ولی وقتی تو بری سمت طرف پس میزنه، چون شک میکنه، میگه چی شده؟ چون مردا همینن، چون طبیعت اینه که همیشه مردها دوست دارن خودشون پیشنهاد بدن و هیچ وقت توی که انقدر زیبا هستی بری به یک مرد پیشنهاد بدی، اون مرد هیچ وقت نمیتونه اون لذتی که خودش میخواست رو ببره، چون تو پیشنهاد دادی. نه ببین، من تو زندگیم تا حالا به 3 آقا پیشنهاد دادم برای وان نایتی و هنوز که هنوز هم با هم دوستیم. حالا ماهی یه بار، هفته یه بار همدیگر رو میبینیم، ولی حالا خب ممکنه اون آقا منو نبینه، اصلا ممکنه پیج منو نبینه یا منو نبینه. پس به نظر من قشنگی چیز اینه که آدما تو خودشون نگه ندارن. اگر کس خوشت میاد قشنگ بیان کن، چه اشکال داره؟ وقتی نداره زن یا مرد. من که مشکل دارم
من که اصلا به خودم اجازه نمیدم به عنوان یک پسری که مثلا دارم میدم تو این هنر دارم فعالیت میکنم، هیچ وقت اصلا زیبام نیستم، یه پسر معمولی ام، ولی کار یک جنس مخالفو دارم تو جامعه انجام میدم. هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم برم به یک مرد بگم که من تو رو دوست دارم، چون من اعتقاد دارم که مردها بی جنبه ترین موجوداتی هستند که خدا اینا رو آفریده و زنها پاکترین و با جنبه ترین آدم هایی هستند که صبورن. و به خاطر هم هیچ وقت حتی بمیرم از تو کف بیکیری و مشتری، هیچ وقت سمت یک مرد نمیرم که بهش پیشنهاد بدم و همیشه سعی میکنم یه کاری بکنم که همه مردا به من پیشنهاد بدن. و خیلی هم چیز نیستم، فانتزی ندارم که حتما دست بزنم روی مردی. به نظر من مرد مرده، فقط مهم اینه که کیر داشته باشه. همین از نظر من اینه. نظر شما چیه؟ به نظر من مرد به نظر من مرد مرده، همون مردی که خوشگل هیکلی هم میاد تو رو میکنه، اون مردی هم که معمولی میاد تو رو میکنه، اونم که زشته، مرد مرده. زنه که فرق میکنه، جنس مخالف، ولی ذات همه مردا یکیه، فقط قیافاشون فرق میکنه. خب من باز من صحبت کنم؟ بگو نظرتو، بگو بریم سمت بچه‌ها. خب ببین نظرها فرق میکنه. من خودم به شخصه ببین تو باید قلق آقایون رو بلد باشی، تو باید ببینی که با یه مرد چجوری میتونی رفتار کنی و رفتار تو باعث میشه که اون آقا با تو چه برخورده انجام بده. من الان مثلا این همه رفیق دارم، خیلی هم طولانی دوستیمون، هیچ موقع نشده نه اونا ارزش منو بیارن پایین نه تا حالا اتفاق بیفته. چرا؟ چون من تعادل تو رابطه هم تو دوستیم حفظ میکنم و از نظر من اگه آقایون نبودن خیلی زندگی سخت میشد. یه چیزی بگم فرشه، با احترامی که به حرفا و عقایدت دارم، you're right، تو درست میگی، ولی من اصلا نمیتونم به هیچ مردی، از نظر من هیچ مردی ارزش احترام نداره، هیچ مردی ارزش احترام نداره، چه میخواد من رعایت کنم که چجوری رفتار میکنم یا اون رعایت بکنه، نه، هیچ مردی ارزش نداره. مرد فقط باید صبح بره سر کار، شب برگرده، پول بده برای خونه، برای زن، بچه، بعدش هم آخرش هم بمیره. بعد اگه بتونه خوب بکنه، اگه نمیتونه خوب بکنه فقط حمالی کنه. من نقش مرد توی دنیا این میدونم، چون در دنیا ثابت کردن که هر چی که تجاوز، هر چی بدبختیه و هر چی بلا سر ما اومده با سر مرد بوده و این موجودی به این زشتی، چرا مرد باید زیبا باشه برای تو فرشته؟ خب ببین الان ما خودمون توی ترنسا بلا نسبت جمع و دوستای عزیزم آدم بیناوش داریم، توی زنا آدم کسکش داریم، تو مردا هم هست، تو همه قشر جامعه هست، نمیتونی همه رو به چوب 10 نفر 20 نفر بخوای حساب کنی. ولی یه چیزی بهت بگم، مرد میاد من یا تو یا لیدا یا آیدینا هممونو میکنه، میذاره در کونمون، بهمون مسخره میکنه، میگه کونی، بعدش میگه که من کردم، میگه من کردم و رفتم. اونجا همه مردا همینن، احساس ما هیچی برای مهم نیست. ما چهارتا نباید از مردا دفاع کنیم، ما چهارتا باید برینیم دهن مردا. مرد یه چیزی بهت بگم، قانون طبیعت میگه هر به هر مردی برینی عاشقت میشه. نمیتونم، خب نظر شما برام قابل احترام، ولی من دوستایی که دارم برام خیلی ارزشمندن، خیلی برام عزیزن و هیچ موقع هم بدی ندیدم از پسر، یا بگم مثلا فلان پسر این بلا رو سر من آورد، این حرکت رو زد، خداییش نبوده. نمیدونم، شاید حالا به پست من نخورده، نمیدونم. ولی من فقط مردا رو، من فقط هم پولشو میگیرم، پولمو میدم دیگه، نه تو رابطه میرم، نه مفت میدم، نه هیچی، اصلا حوصله‌شو ندارم. بهترین مرد دنیام که بیاد باید پولشو بده، اصلا آی دونت کیر، برای مهم نیست که تو خوش اخلاقی، تو ذاتت خوبه، بالاخره داری تو منو میکنی، تو داری منو میکنی. و من از آقایون پررو بدم میاد، آقایی که مثلا من الان یه کونم، همیشه منتظر اینم که درخواست برام بیاد. خب من هیچ وقت به کسی درخواست نمیدم، میان به من درخواست میدن، پیشنهاد میدن، بعدش هم نمیخوان هزینه کنن. این چه قانونیه؟ فرشته ای که اینقدر امروز خوشگل کرده خودش، این همه هزینه کرده، یه مردی برای پیشنهاد بده و مفت بکنتش،
آیا اینو قبول میکنی تو؟ ببین این بعد میکرد به آخه چیز بهت بگم آریان، تو حالا داری مثلا همه چی با هم قاطی میکنی. این چی میگم آقا، اصلا کاری به چیز ندارم که مثلا وایسی جنگ کنی دعوا کنی. آقا به شما پیام میده مثلا، خب تو مثلا میگه من کارم برنامه است فلان، تو میگه من نوعی که حالا ترسم پسرم هرچی به خودت مربوطه، من شرایط دوستیم شرایط سکسم اینه، یا اون آقا میپذیره یا نمیپذیره، به همین راحتی. درک اینو ندارم که وقتی اینو ندارم بشینم مرد رو آدم کنم فرشته که بعد براش بشم آمار بدم که قانون زندگی من اینه، نمیدونم میخوای بخوا نخوا. انقدر مردا پر روان از یک پیج 10 بار بلاکش میکنم بازم میاد. چی داری میگی فرشته؟ 100 بار یه آقای رو بلاک کردم بابا من پولیم، من کون رایگان نیستم، ولی بازم میاد پیام میده. میشه بکنم؟ من شاید مثلا یکم حشری هم آقایون رو خوب میبینم امشب، میخوای از 50 سال خب چیز بگه حالا میریم. چه اسم گذاشی خانم تو هم با این قیافت؟ آرمین. تو چی بلا بودی اسم آیدین؟ آیدین آرمین آرمین. آره تو نظر در مورد حرف من فرشته چی بود؟ یکی بپرسی، چون چند تا سوال بود، چند تا نظرم داشتم. من نظرم این بود که همه آقایون مثل همن و من به یک آقا بها نمیدم، پول کون میدم، پولا میگیرم، نه تو رابطه میرم و هیچی، و مردها رو جز موجودات زنده حساب نمی کنم. این اعتقاد منه. بفرمایید. فرشتم گفت نه همه مثل هم نیستن. به نظر منم واقعیت شه بخواه، من نظرم با تو یکیه. خب نمیدونم، یه جورایی فکر کنم در جریان هستی. من آدمی بودم که خیلی دنبال این بودم که تو رابطه باشم، حتی اگه یادت باشه یه 3-4 سالی نبودم اصلا. ولی واقعیت اینه که بله، مردا یه سری مخصوصا تو جنسیت ما بچه ها، مردا فقط ماها رو سکس ورکر میبینن، هیچ چیزی بیشتر از این نیست. اگر رایگان به دست آوردن ایول دمت گرم، مفت زده، اگر نه فکر نکن نه به هوا آینده. دوستی شاید، چرا مثلا دو طرفه مگه این که باشه؟ تو سکست باشه، خوشگلیت باشه، خونت باشه، مشروبت باشه، حالا اونم تیپ و قیافه داشته باشه، یه دوستی دو طرفه را میندازه، باید یه تایمی رفت آمد بکنه. رابطه کنسل کلن، جدا از اونم همینه دیگه، مردو کلن جنسیت ما رو یک سکس ورکر میبینن، چیزی بیشتر از سکس نیستیم ما براشون. مثل یه عروسکایی که توی چین زدن دختر کاملا ژل خوشگله، دقیقا ما شاید یه پله از اونو بالاتر باشیم. ببخشید از همجنسای خودم عذر میخوام، ولی من خودم اینطوری فکر میکنم از چشم مردم هستیم. درسته، مرسی. خب خانم لیدا، شما در مورد من و دوست بچه‌ها که نظر دادیم چیه؟ با کدوم موافقی؟ به نظر شخصی تو بگو. نظراتون همه درست بود، خب ولی خب الان من میخوام نظر خودم بگم. دوست عزیزمون باش موافقم تا حد زیادی. ببینید، اگر برای رابطه احساسی باشه، با توجه به دوره الان، روی هیچ مردی به هیچ عنوان نمیشه حساب باز کرد. هیچ مردی نمیاد که بمونه، به قول بند خدای بگیراشون خرابه. خب ولی بعد تا یه حدی بخوان بیان پیش و عشق و حال کنن، ازت سوء استفاده کنن، چرا؟ باید مهربونن، باید خوبن، ولی به محض اینکه عشق و حالشون رو که بکنن به قول خودشون و تو رو تجربه کنن، به یک بهانه خیلی کوچولویی میذارنت کنار. پس آره، روی مردی نمیشه سیکه تو میزنن. دقیقا. و به خاطر همینه که الان میگم فرشته، به خاطر همینه که دوست ندارم هیچ وقت یوز بشم، هیچ وقت نمیخوام یوز بشم. چرا؟ آریان یک کون با ارزشه، روز شب برای زندگیش زحمت کشیده. تو مردی که کونتو نمیشوری، تا 40 سالگی تو خونه بابات داری پول مفت میخوری زندگی میکنی، تو بیای با من پسر کودک کار که 16 ساله کون میدم و زندگیمو با تک تک درست کردم، تو بیای منو یوز کنی؟ من میرینم تو دهنت 100 تا از اون پولایی که کار کردم از کونت میکشم بیرون. فکری من ننتم یا باباتم مردی که عوضی؟ من از 15-16 سالگی دارم خونه خودمو دارم، حتی خرج پدر مادرم هم دارم میدم، بعد من بیام به موجود مثل مرد احترام بذارم؟
و من همه رو خوب ببینم. نه that's not, no I cannot. من پولم رو میگیرم، مردم آدم حساب نمی کنم. مرد به کون من نیاز داره، مرد به کون من نیاز داره، به سوراخ گرم من نیاز داره. و وقتی تو به سوراخ گرم من نیاز داری، چه من زشتم، چه خوشگلم، چه هر انی باشم، پولتو میدی، کونم رو میذاری. بعدش هم نکردی سیک تیرگی بوس که I don't care next customer. چیزی که زیاده کیر. یا علی لیدر چیز فرشته بفرمایی. بله مرسی. من با توجه به صحبت آندیا واسم میخواستم این چیز رو بگم. من اینو قبول دارم 50% آقایون ما رو عروسک جنسی میبینن، اون آقایون استریتن. خب یعنی استریت هایی که برای تجربه و فانتزیشون یک بار دو بار میان سمت من و بچه های ما، ولی کسایی که واقعا شیمیل رو دوست دارن یا ترنس رو دوست دارن اصلا اینجوری به ما نگاه نمی کنن. خب چون بالاخره خب همه ماها رابطه طولانی مدت داشتیم، همه ماها دوست پسر داشتیم، هنوز هم که هستن. بعد یارو فکر مثلا من امروز، حالا بچه های لایو خودم می دونن، من امروز تولد دختر خاله دوست پسرم بودم. اگر این آقا با من حال نمی کرد یا مثلا حالا هر چیز که مثلا منو مثل یه عروسک جنسی میدید، اما که اصلا منو تو خانواده نمی برد، تولد نمی برد، عکس منو نمیذاشت تو پیجش و این همه، حالا از من حالا بعضی موقع مچم رو گرفته، هزار تا پوست زهرمار، نه با من میموند، نه برای من این همه هزینه میکرد، نه منو تو جمع دوستا و خانوادهش میبرد، به نظر من باز هم اینا تصفبندی میشن به استریتا که میان برای تنوع. و بعضی از آقایون واقعا ترنس ها رو میپرستن، یعنی یارو حاضر زندگیشو بده یه ترنس باش زندگی کنه. حالا نمیدونم آن دیگه برپا پیش اومده مثلا اینجوری. آره ببین من دو تا چیز میخوام بهت بگم. اینی که با رفت و آمد داری با خانواده اون طرف، این یک در هزاره. از شما میپرسم عزیزم لیدا جون، به نظر تو ما با چند نفر باید رفت آمد کنیم تا اون یه نفر، چند نفر بذار اینجوری بگم، باید بیان ضربه بزنن به آدم، بخورن مثل یه پشه خونه تو بخورن تا تو خلاصه بفهمی این اون یه دونه اصلی خوب است که باید باشه. تو میدونی این چیزی که تو داری میگی یک در هزار اگر پیش بیاد، این یکه. دومین چیزی که من میخواستم بگم، گفتی ترنسا و گیا. من از این نظرم هیچ شناختی رو آدم ها ندارم. من یه جماعتی داشتم موقعی که سینه نداشتم به اسم گی، میگفتم ما فقط پسر عاشق پسریم. گفتم موقعی که از گیا متنفر شدم، موقعی که از گیا متنفر شدم رفتم خوابیدم، گفتم سینه‌امو بذارید دیگه از این به بعد فقط استریت. استریت میاد اصلا نگاه به سینم نمی کنه. گیای قدیم اصلا حالا من هم بدتر از همه چی داره به هم میزنه. کو استریت کو گی، از کدوم بفهم، از کجا بفهمیم کدوم استریت کدوم گی دیگه؟ ما بخوایم به خودمون بیایم خواهر، تمام چروکامون قدمون هشت پره کونمون شده دیگه. بعد چی بهش میگه خانومش، خانوم فرشته میگه من رفتم مهمونی، من اصلا افتخار نمیدم که یک مرد منو ببره تو جمع خانوادگیش، من اصلا اجازه نمیدم مرد به خودش اجازه بده که منو مهمونی دعوت کنه. فرشته خانوم، تو چرا فکر میکنی که مثلا ارزش تو خیلی بالاتر از اینه که تو با یک مهمونی خوشحال بشی و من اصلا دوست ندارم کسی منو بپذیره، چون من خودم هیچ کی آدم حساب نمیکنم. خوشحال نشدم، اتفاقا لایوم گذاشته بودم ابراز ناراحتی میکردم به خاطر اینکه وای رفتم حوصله‌ام سر رفت فلان. ولی اینو مثال میزنم، میگم مثلا اگه یه پسر حالا منو فقط برای اتاق خوابش بخواد، خب کسخل نیستش که مثلا این همه به من، حالا این برای من حرکت این حالا آقای کلا باشم یه احترامه، من مثلا میپسندم واقعا، حالا چه دروغ بگم میپسندم. تو برای سود داری، اگه نداشته باشی اونم مطمئن باش نمیاد. به خدا من من جز این که جیبشو خالی کنم هیچ سودی براش ندارم، جز این که دعوا کنم فوش بدم از طبیعم به نظر
عشقم کسی که بتونه حتی برای یه شب تو رو داشته باشه، کمه 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 کم توی آسیا یه نفر شبیه حیفا رو داشته پیش خودش. اصلا این حرفو نزن. میدی به اون از تو دریافت میکنن، هیچ وقت تو نمیتونی ببینی. تو شاید چیزی که از اون دریافت میکنی میبینی، یه دونه سکس خوبه، ببخشید یه سایز خوبه، تهش هم یارو یه طلایی میخره، یه آیفون میخره، این چیزایی که ما میگیریم. ولی خب اون چیزایی که تو از اون از تو میگیره تو نمیدونی چیه، متوجه میشی؟ تو قسمتی از روح اونو ارضا میکنی که تو اصلا خودت هم در جریان نیستی که تو داری. آره یه چیزی بگم، تنها چی مشکلم با فرشته اینه که فرشته خیلی مهربونه و من همیشه ناراحت بودم که چرا اینقدر مهربونه و اینقدر ساده است با این همه زیبایی. آره آره با این همه زیبایی که داره ولی چرا اینقدر ساده است؟ چرا همیشه یه طرفه فکر میکنه؟ ببخشی مرد به سوراخ من نیاز داره. فرشته خانم به قول آرمین اون داره چه چیزایی رو که از من نمیگیره، از سوراخ گرم من، از روح گرم من چه چیزایی رو که رسیو نمیکنه، اینو ما در نظر نمیگیریم. ما فقط میگیم اوکی مثلا 5 میلیون داده خدا رو شکر، خب کباب بوده، چه کیری داشته، چقدر خوشحالی. راست میگه، من مثلا از این جهت هم نگاه نکرده بودم که اون مردی که اومده 10 سال با کون من جوانتر شده اونو هیچ وقت نادیده گرفتم و مرسی خواهر عزیزم که اینو گفتی. قیمتم از این شب 2 طرف روش آرمین. آرمین امشب قیمتم دو میلیون بالاتر رفت. از این شب فهمیدم که چی چیزی میدم به مردا. آنی جان الان لیدا خانم چه سودی برای آقا میرسونه؟ ببین یه چیزی بهت بگم لیدا جونم به نحو خودش. ببین آره بهت بگم، دیدی مثلا پسرا یه سریاشون دوست دارن برن بچه کوچولو داشته باشن، با بچه کوچولو عشق کنن. بعضی از پسرا میلف دوست دارن با زنایی که مثلا پختن باشن. اصلا اون احساسی که کمبود مادرانه که تو زندگی خود داشتن اون میلف بهشون ثابت کنه. اونو نمیگم لیدا مهربونی که داره هیچ کدوم از ماها نداریم. لیدا با هر کی دوست میشه خب بهش سکس نمیده، از پسر چه سودی از این میبره؟ لیدا خب نمیده، همیشه میگه من نمیدم و ندادم. خونه مفت، قلیون مفت، همه چی دیگه، خونش مفته، کونش مفته، غذاش مفته. لیدا یک مادر خوبیه، مردی که جیمت خونش نوازش میکنه، میبره حموم، لباسش رو اتو میکنه. خب پسرم که نیاز داره یک کسی مثل لیدا کنارشون باشه. عشقم مگه خودمون نیستیم؟ خیلی وقتا با یه پارتنرمون که خیلی نزدیکه میشیم صداش میکنیم بابایی بابا بغلم کن. واقعا هم شاید یه حس پدرانه داریم به یارو، این حس متقابلا تو پسرم وجود داره. من معتقدم خدا هر چیزی که تو این دنیا آفریده نقطه مقابلش هم کیسشو گذاشته. حالا یکم شاید سخت، این دیگه بسته به جبر زندگیشه. بچه منم دارم کم کم نگران میشم از بس که هرکی میاد سمت من درخواست میده برای اینکه با هم ریل بزنه همه سین پایینن. حالا بچه ها به شوخی اینا میگم میخندم، بعضی موقع تو فکر فرو میرم میگم راست میگه، چرا 32-30 سال به بالا نمیان؟ هرکی الان اومده من ها 3 تا الی 4 تا درخواست دارم که پسرای 18 تا 21 هم و دارم کم کم نگران میشم چرا کم سن ها سمت من زیاد میان. بچه شما نمیدونم من میدونم عشقم چرا کم سن میاد سمت تو. یک میگه اولا حکم یک، خب 48 ساله تو، حکم یک زن پخته رو داری براش. یک دو خونت آماده است، خب دیگه بلدی چجوری بهش کون بدی. پولم که نمیگیری، یه پولم تو جیبش میذاری دیگه. ببخشید دیگه چی میخوای؟ یه مرد چی میخواد؟ تا اینکه میگه برم پیش فرشته کونمو پاره کنه، آریان کونمو پاره کنه، تو برش سوراخ سوراخ دیگه، میرم کون هاشم میذارم پولم میگیرم. من فقط آره راست میگه آریانم، خوب راست میگه کی که بعدش من که من پسر 20 ساله به این پیام بده یه کاری باش میکنم که دیگه از کون بدش بیاد. پسر 20 ساله گوه میخوره به من پیام بده. تو منم پسر تو بالای 25 سال، تو غلط میکنی. 20 سالت بیای به من پیام بدی که منو بکنی، برو گم شد سمت درس و مخشه. پسر تا 30 سال بچه است هنوز، پسر مرد زیر 30 سال بچه است، نمیفهمه داره چی کار میکنه. بعد بیاد یه پسر 20 ساله میاد تو غرور جوانی و توی روانی، توی اوج جوانی
فکر میکنه که ما کونیم، ما ننشیم، باباشیم، محبت کنیم، ازا گوه براش بخوریم. بابا سیک تو بزن، سیک تو بزن، فقط سیبه بالا سمت من بیاد که پول داشته باشه، قدر کونه منو بدونه. پسر 20 ساله چی میدونه که داره چی میکنه؟ فقط میخواد آبش بیاد. سیبه بالا ضابطه، خرج کن، منم در اختیارت. من فقط سیبه بالا، پسر 20 ساله بچه است، مرد زیر 30 سال بچه است، چون مرد دیر پخته میشه. عزیزم چرا؟ ولی نه برای همیشه. وان نایت برای احضا کردن روح تو، حالا جسم تو، شبش تا صبح یکی بغلت کنه، یه فیلم ببینی، همین. اتفاقا اونم لازمه، من اینو بگم، من اونم اتفاقا من خودم به شخص احتیاج دارم بهش واقعا. یه وقتی باید اون چیزی که کیسمه، یه دهد یه شب هم شده از او مای گاد، همه اخلاق منو میدونم، من بشینم تو بغل یه پسر فیلم نگاه کنم، این افتخار رو بهش بدم، میرینم دهنش بابا گم شو نقاشو میفروشی عزیز من؟ نه من میرینم دهنش بابا اصلا ایجاد من اجازه نمیدم یک مرد کنار اکسیژن با اصالت من نفس بکشه، من اجازه نمیدم. من فقط مرد اجازه نمیدم بیاد کونم بذاره پولشو بده سیکتشو بزنی گم شه بیرون بابا. من میشینه مرد کنار من فیلم نگاه کنه. آریم من خوبه، آریم من احساس میکنم بیشتر از این که تو لایف میبینم خب میشناسم، چون آدم ها رو میتونم بفهمم. باور کن تو انقدر بی احساس نیستی، هیچ آدمی این موضوع نمیتونه بگه من دوست ندارم. من خودم مثلا وقتی میخوابم رو بازوی علی دوست پسرم تو گوشی فیلم نگاه میکنیم، وسطاش میخندیم، همدیگر رو مثلا شیطونی میکنیم. نت ضعیف شده، شما صدا تو نداریم. آره قطع قطع میشه، باید باید است قطع شده. میخوای جا تو عوض کنی تو مثلا صدا تو نداریم. یه چیزایی تو روح آدم هر کار میدونی، ما یه مجبوریم واسه روح خودمون خرج کنیم و این خرج هم یه وقتایی قسمتی از خودمونه که برای مجبوریم بزنیم. الان دارم به حرفای آریان جون فکر میکنم، همینه. میدونی چرا سن پایینم که بیاد شاید بعض موقع ما ذوق کنیم بگیم چه خوب، مثلا سنم قبالایی مثلا کم سن اومده، ولی دانی فکر کنید دقیقا همینطوره. کسی که کم سنه چون پول نداره، چون با هر کسی دیگه دوست بشه سن پایین، باید خرجش کنه، ساپورتش کنه، ولنتاین و تولد فلان و اینا، ولی خب معمولا دنبال اینن که یک کسی بشه هم پخته باشه، هم چون سنش بالای زبونش کوتاه باشه، بتونم برم پیشش اگم 700 بگن ما جوونیمونو گذاشتیم. اگه تو خونه داری و حقوق داری، ما هم جوونیمونو گذاشتیم برات. میگردم یه سری بچه های دختر بچه های 14-15 ساله دارم میبینم ازدواج های 20 سال بالاتر کردم با افتخار. خب همون دختره از شرایط خیلی بد خانوادگی که حالا داشت، من یکیشونه که مثلا داستانش خوندم میگه خونه پدر بزرگ مادر بزرگم بودم، پدر مادرم ولم کردم، من دیگه خونه مادر بزرگم مشکل داشتم، مجبور شدم فرار کردم. خب دقیقا همین شرایط بد دختر و پسر نداره. ببین همون دختری که توی خونه که ننه بابا معتاد و خرابن به دنیا میاد، پسرم احتمال داره تو اون خونه به وجود بیاد. این نمیشه که همه مردا اوف عالی قدر فلا، خیلی فقط دنبال فرارن. و ببخشید من خودم یه تایمی شده بود که به خاطر که با خانوادم مشکل داشتم نمیتونستم درکم نمیکنم، تو سن پایین مجبور بودم برای یه سری چیزا رو حفظ کردن یه سری آدم ها رو تحمل کنم که اصلا ازشون متنفر بودم یا اصلا هیچ حسی نداشتم، یا شاید هم یه مقدار توشون داشتم نمیخواستم وارد رابطه بشم، ولی مجبور بودم که به یه سری چیزای اضافه تر از چیزی که نسبت بهشون میخواستم تعم بدم، به خاطر نیازم بود. اگر نیاز نبود هیچ وقت همچین چیزی نمیشه. من الان خودم 3 بار، من الان خودم 5 بار از تو خونه مادریم فرار کردم، 5 بار فرار کردم، 5 بار با دوست پسرم فرار کردم و همش هم تو پلیس را پلیس گرفت منو برگردون خونه مادرم. ولی میخوام تجربه بعدی میدونم چی میگی. 5 بار من قصد فرار داشتم، وسط راه پلیس منو میگرفت، منو تحویل میدادم به پدر مادرم، ولی بار 6 موفق شدم که اومدم این سمت. خب خانم تازه نتت درست شد بگو. میگم من با شخصیتی که غیر لایف از تو میشناسم امکان نداره که انقدر تو بی احساس باشی. از نظر من همه آدم ها نیاز دارن، اگه من نوعی به فرض با یه تهران هم بخوابم
ولی در خلوت خودم به یه نفر نیاز دارم. این واقعیت ماجراست. تو آدم منطقی و راستگویی هستی، به نظر من این موضوع تو هم بهش نیاز داری. اصلا نمیتونی بگیم من نیاز ندارم. الان من دارم، مطمئنم آندیا جون نیاز داره، لیدا و همه آدما. مگه میشه پرنستارش که پرنستاره، فیلماش تو کل دنیا پخشه، دوست پسر داره، شوهر داره، بچه داره. چون نمیتونه آدم تنها باشه، اصلا امکان نداره. حیوان که حیوان جفت داره، ما که دیگه آدمیم. این به نظر نه من اگر بخوام، من به همه گفتم من اگه بخوام یه پادری رو انتخاب کنم تو زندگیم که تنهایی در بیام، بانوان کیردار رو انتخاب میکنم. نه اشکال تو ضرر این مسئله زیاد شده فرشته جون. آریانم دیدی مثلا ما هر کدوممون اصلا جدا از این بغله، من فکر میکنم اول از همه رابطه رو دوست داشتیم که بریم وارد یه زندگی مثل یه زندگی زن و شوهری بشیم، ولی انقدر که ضربه های بدی خوردیم میگیم همونو دیگه نمیخوایم. باشه حالا وان نایت یه نفر خوب باشه بیاد ارضا میکنه، یه وقت میبینی این ضربه، این عمق شناختت نسبت به مردا انقدر زیاد میشه که تو واسه همون وان نایت هم نمیتونی خودتو راضی کنی. من آریان رو درک میکنم کاملا. من خودم آدمی بودم عاشق رابطه بودم، الان به وان نایت شاید راضی شده باشم، ولی اگر ضربه از یه وان نایت هم بد بخورم، ببینم سوء استفاده های وان نایت هم زده، مطمئنا همینم قطع میکنم گور پدرش چیز فاکینگو. الان من الان ببینید، شاید مثلا فرشته از اول ریچ به دنیا اومده، فرشته از اول خانواده پولداری داشته، به خاطر اینه فرشته تو سختی نبوده، فرشته مثل من نبوده که آشیونش رو اینجوری تک تک توی دستاش بگیره، فرشته ماشین زیر پاش نباشه، فرشته همیشه مادر پدر داشته، مثل من یتیم نبوده که ببخشی وسیله خرید خونام و تخم مرغام و تو دستم تو سرما بیارم، فرشته شاید ندیده که من پرده هامو چه جوری زدم، فرشته نبیده فرشای خونم رو چه جوری پشتم کردم آوردم تو خونه، یکی یکی این خونه رو ساختم، اینجوری تنفر پیدا کرد. آره. مثل خودمون که خیلی ندیده بعد چه جوری به خودم اجازه بدم این آشیانه گرمی رو که ساختم تک تک تو زمستون تنهایی، هیچ کی پشتم نبود، یه مردی بیاد منو بکنه پشتم گه بخوره، اصلا بهترین مرد دنیا باشه. نه، من دلیل دارم برای کاری که میکنم. مرد نگاه من به مرد یک موجود کثیف، یه موجودی که فقط میخواد خودش ارضا کنه و هیچ کسی براش مهم نیست، نه اطرافیانش، هیچ کسی، نه جامعه، فقط میخواد آب کیرش بیاد. آریان احیانا شما دختر کبریت فروش نبودی؟ کبریت و اینا میفروختی تو زمستون؟ بدتر از اون خواهر، به خدا بدتر از اون. توی زندگیم هر کار کردم خودم کردم، سخت کار کردم، 8 سال تو مدیا دارم فعالیت میکنم لیدا، فرشته خودت میدونی، آرمین میدونه، 8 سال دارم جون میکنم برای یه نون حلال، برای یه تبلیغ 200,000 تومانی 300,000 تومانی. آره چرا پس من باید حامی مرد باشم؟ چرا من باید برای یک مردی که تا 40 سالگیش تو خونه ننش داره گوز میزنه، پاشو دراز کرده ننه ننه میکنه، مردی که تو الان باید نوه داشته باشی خودت، چرا باید این فرق بین من این نره خراب باشه؟ عزیزم جان من نمیدونم یادم رفت چی داشتم میگفتم وسط حرفی ها اومد. اینجوری خب خودم هم میگم مرد خوب نیستم و اینکه خب اینو داشتم میگفتم فرشته جون، واقعا هم هر کسی باید با کفش خودش راه بری. حالا شما که ببخشید من حالا شاید دوست داشته باشه خودم مثال میزنم، ولی دور پسرانه خودم که یادم میاد خیلی سخت بود واقعا، با اینکه خودم هم خانواده خیلی چیزی نیستم، ساپورت هم میکردن، ولی باز با این وجود بر منم خیلی سخت گذاشت. حالا فکر کن از یه قومی باشی که درکشون سخت‌تر باشه، مثل قوم غرب ایران، چون مثلا پدری کردم، حالا با اینکه پدرم زیادم اون سمت ها رفت آمد نداشت، ولی باز من همش تو تنش بودم از طرف خانواده پدری. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ به قوم آدم خیلی بستگی داره، به جایی که زندگی میکنه بدونی. واقعا یه سری از بچه‌ها رو من دیدم شرایط زندگیشون خیلی سخته. نه من حرف قبول دارم، چون من نزدیکترین دوستم به خاطر خانوادش کشورش رو ترک کرد، دوستاش رو ترک کرد، ولی من خب واقعا حالا چه بگم، حالا نمیدونم اگه خانوادم تو لایو هم بیدارن، اگه هستن مرسی ازشون. هر کاری کردم، زشترین کارا، زشترین حرفا رو تو لایوها زدم،
شوخی جدی همیشه پشتم بودن، هیچ موقع مثلا اذیتم نکردن واقعا. ولی آره میدونم بعضی چی میگم نمیدونم. من به شخص اگه مامان نبود خودم شاید خیلی مثل خیلی بچه هایی که عبه این بردن خودم رو عبه می بردم. یه چیزی میگم الان همه تون قانع میشید. همه ماه ما چهارتا همه هم سینه عمل کردیم، اولین باری که سینه نداشتیم. من که خودم بیچاره تنها بودم، هیچ کی بالا سرم نبود. از تو بیمارستان لنگ اومدم خونه، یک هفته خونه تنها درد میکشیدم. بعد همه مشتری ها زنگ زدن مبارک سینه گذاشتی که بیم بکنیم. یک مردی نیومد بگه یه آب میوه لازم داری، یه مردی نیومد بگه چه خرید داری برات ببرم. گفت به بچه سینه ای که بیام بکنم. اونجا بود که ریدم به همه مردای دنیا، من به 128 زبان دنیا مسلطم. تموم شد. ولی من سینه های خودم عشقم، من زنم سینه هم طبیعیه. من هم تو برشتم، ولی ما ستایی که گذاشتیم میدونیم چه دردی کشیدیم. من دو بار عمل کردم توی یکی دو هفته میشه بار سوم. من شوخی میکنم. آره خیلی میخوای بر بال سوم. ببین یه سوال آریان، تو چرا اصلا لباساتو همیشه پوشیده میپوشی؟ من یادم عمل کردی ولی هر سری که نگاه میکنم میدم پوشیده. هی به روزم گفتم روز چرا آریان سینه هاشو نشون نمیده اصلا هیچ وقت. چون دوست دارم که یکی میاد لایوم فقط به خاطر حرفام بیاد نه به خاطر سینه. بچه شد آره. آریان افت اسلامی رو رعایت میکنه. خیلی برام آره. من چون میخوام ثابت کنم به همه کسایی که تو مدیا فعالیت میکنن، من حالا اینا که خواهرام اینا نه، بقیه دخترها یا مردا، من هر کسی منو فالو کرده نه به خاطر کونمه، به خاطر هنرم به منو فالو کرده و من نمیتونم اجازه بدم سینم بیاد بیرون که یک مردی به خاطر سینه من بیاد تو لایوم بشینه. دوست دارم همه آدما فریدم داشته باشن، حق انتخاب، که بیان بشینن آریان به خاطر حرفاش دوست داشته باشن نه به خاطر کونش یا سینش. میدونی اینه دقیق. بچه‌ها آریان جون رو سیخ سیخ نکنید، نه به اینکه میاد یه لباسو میپوشه که میخواد خفه بشه تا اینجا پوشیده، نه اینکه مثل هفته پیش کلا لباسشو کند انداخون بر باستودی هنومد. هر فوشی هر حرفی میره میاد هیچ وقت ولی لایباش تریکامیز نیست. دقت کردی بهش؟ اگه نهایتا یکم پسر مسر میاره پسر لخت میشه سریع سیکتری یار رو میزنه. آلی یا من لفه سایزی که دارم میذارم سایز 900ه. من میتونم آره میتونم بهوش بیام، مطمئنم جیغ میزنم، فقط اینو مطمئنم. خب ببین من 400 گذاشتم جیغ میزدم، تو چجوری 900 میخوای؟ البته خب الان باز شده دیگه میشه. آخه یه چیزی بهت بگم، از 790 بیشتر پروتز باستانه دیگه، یعنی در اصل نه. من اصلا اینجا پروتز 725 سی سی یا 770 سی سی بیشتر نداریم. یه دونه مثلا سفارش دادم اما شرکتی که حالا شرکت آلیا حکیم، یه دونه با دریافت هزینه خیلی بیشتر برای من اوورد، شنبه رفتم گرفتم، همه شنبه که گذشت. اولین بودی 1080 سی سی شم میدونم داره میده، تمام سایزاشو موتیبا گرفته چیز کرده بود، چون من تو واتساپ دارم استوریاشو میبینم، موتیبا تمام سایزاش تا 1080ش هم موجود کرده که برای بازم میشه. اینجا توی ایران از یه سایز بیشتر نمیاد، چون سایزهای خیلی گنده مختص پرنستانا و اینجور داستانای از یه سایزی بیشتر وارد نمیشه، اصلا مجوز نداره. این یه دونه هم حالا خب خیلی دیگه بخش. دو برابر سیلیکون از من گرفتن. و یه چیز دیگه بنده که اینقدر الان ماهایی که اینقدر داریم تلاش میکنیم که یک سینه بزرگ بذاریم، این مردایی که میان که انگار نه انگار که ما سینه داریم. من که با هر کی میاد منو میکنه که اصلا چشش رو سینه من نیست، من نمیدونم کجای منو میکنه. یه نگاه میکنه آره خب دیگه برو سر اصلا.
فقط از نظر اینا، از نظر روحی میخوان خودشون رو ارضا کنن، خود بگن که فقط این سینه داره که اینو میکنیم، مثلا سینه داره. و یعنی وقتی میاد تو برنامه من ندیدم طرف خیلی سینه منو بخوره حال کنه، فقط کشیدن پایین کرده توش خدافظ. زیاد نه من که مثلا ما که این همه میریم زیر عمل جراحی دو روز بیهوشی و درد و ریکاوری، ما ندیدیم چیزی. من رو کار هستم، من تو این 7-8 ماه یه نفر رو دیدم، اونم دوست فولگیم. اون فقط خورده همین مثلا تمام. من حالا نمیتونم این حرفاتون راسته، من که هم مستم گیجم واقعا. مثلا شوخه میکنیم مگه میشه؟ مثلا از سینه های ما نمیگذرم. من بعضی موقع میگم آقا عزیزم عشقم یکم وارونتر برمیرن. ببین اون توقعی که من قدیم داشتم اون نیست. آره دست میزنه عصبیت میکنه که بابا کش دست تو کندیش درد میکنه، این یه توپه، این چیز نیستش که تو اینجوری مثل گاف میچلونیش. آره ولی خب اون تصوری که مثل قدیم بگیم اینجوری بفرستیم. اصلا خانم آرمین سینه رو نباید با دست بگیری، سینه رو باید بخوری. نباید بابا ور میرن انقدر بعضی عوضی هم. بعد ماها چون پوستمون کشیده است یه ذره ور میری کبود میشه، خودت اصلا دوست نداری یارو. آره فقط تنها چیزی که توی زندگی من تغییر کرد، من قبل از اینکه سینه داشت سینه نداشتم، یعنی خیلی ارضا نمیشدم، ولی وقتی که سینه گذاشتم دو برابر به آرگاس میرسم، ارضا میشم. و دکترم چون دکتر خیلی خوبی بود، نوک سینه های من حس داره، ولی دیدم خیلی از ترنسا نوک سینه شون حس نداره، فقط برای اینکه یک جذابیتی باشه تو بدنشون. من از قبل عملم هم داشتم، بعد عملم یکیش یه خورده یه ذره بالا پایین شد، الان که 6-7 ماه هم گذشته دوباره برگشته. من خیلی نوک سینه هم خیلی حس داره، مثل یک زن طبیعی سینه هم. بعد وقتی که الان یه طوری شده نمیدونم یا خیلی اوبم زده بالا یه چیه، وقتی که یه مردی میشی، من عادت دارم، من دو مرحله کون میدم. یک میذارم اول روی مبل که میاد وارد میشه، رو مبل میشینه، یه 10 دقیقه رو پاش میشینم، سینه هم رو میدم تو دهنش، رو کیرش میشینم، مرحله آخر رو میریم تو اتاق خواب. اینجوریه. ولی من تو مرحله اول آبم میاد، همین که رو پاش نشستم و سینه هم رو داره میخوره، من اصلا ارضا میشم. بعد میتونی بعدش دوباره؟ خب مجبورم دیگه، پولش رو داده بیچاره. نه اصلا من اگر ببین من تو روز اگه یک بار تموم بشه ارزشم تمومه، اصلا از صحبتش هم حالا به هم میخوره. تو بگو میلیارد خوابیده باشه پول نمیتونم. پس خب هیچ دیوونه اصلا عشقم، پس تو نمیتونی با پس چجوری میخوای تو ریل بزنی؟ تو آبت بیاد کونت بسته میشه دیگه، چی مرد تو چجوری میخوای آبشو بیاری؟ یه بار در نهایت خیلی هم باشه روزی یه باره، اونم تحمل میکنی. حالا یه ساعت مرده میخواد، دو ساعت میخواد، 10 بار میخواد بشه، 20 بار میخواد بشه، دیگه بار 20 خبر مرگش که داره تموم میکنه، تو هم تموم کن تموم شه بره. نه بابا من تو روز 3-4 بار آبم نیاد اصلا فکر میکنم یه چیزیم کمه. نه من نمیتونم. من اگر روزی یک، من روزی 2 بار، یه بار با مشتری یه بار خودم نزنم، فکر میکنم آدم سالمی نیستم. بایستی بگم من از میکلاب هم کاملا متنفرم، این حال دوستای صمیمیم کامل میدم. دوست پسر چرا بحثی سبا، ولی جدا از دوست پسر وان نایت و اینا اصلا میکلاب رو دوست ندارم اصلا. خب آنتیا جان این خیلی نقطه ضعف بدیه عشقم. خب نمیشه یه جورایی تو فکر کن یه غریبه که نمیشناسی بری تو اصلا نمیدونی چی خورده، اصلا شاید شب قبلش یارو اسلیپ بوده گوه خورده. خب عشقم نگاه کن، آدم یا باید یه کاری رو انجام بده، اگر انجام میده به بهترین نحو انجام بده. خب مثلا اینجوری بخوای برخورد کنی، حالا وان نایتید باشه یا حالا شوگرت باشه یا حالا هرچی بیاد پیشت و همچین سکسی رو ببینه، خب خیلی رقبت نمی کنه دوباره بخواد مثلا فکر میکنم اصلا دوباره نمیخوام بیاد. اینقدر آدم زیاد نیاد یکی دیگه والا. یه چیزی من قبلنا 1-2 سال پیش خیلی عاشق مکلاب بودم که هر کسی میومد میخواست منو بکنه پسش میزنم، گفتم یعنی چی؟
یکم سینامو بخور، یکم بوسم کن، یکم منو بمال نیم ساعت. ولی الان نمیدونم چی شده. آره الان نمیدونم چی شده، آبم زیاد رفته بالا، بیشتر میخوام. تا میاد تا طرف میخواد بوسم کنه، من فقط برمیگردم کونمو بهش نشون میدم، میگم فقط بکن دیگه. خوشم نمیاد کسی مکلاف کنه، نه بابت اینکه فقط دوستم زودتر بره سر اصل مطلب و سریع آبم بیاد، اینو دوست دارم، مکلاف دیگه نمیخوام. من با آریان فکر میکنم شبیه تر شخصیت هم میخورد توی این مسئله. بچه هم مرسی که بودید، لایف تموم شد. فرشته عزیز، آرمی و لیدای عزیز، لایف قشنگی بود بچه ها، فعلا تا یه شبیه خودم.